با یک ویدئو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. واکنش تند هنرمندان به فحاشی و توهین بهار راهنما به مردم کشورمون حسابی جنجالی شد. اگر علاقه من به دیدن این ویدئو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدئوهای جدید ما مطلع بشید. بهار راهنما بازیگر پرحاشیه سینما و تلویزیون که در دو روز متوالی به مردم غیور کشورمون توهین و فحاشی کرد و حتی یه عذرخواهی ساده نکرد و حرفای خودش رو سعی کرد توجیه کنه، حالا با واکنش تند و کنایه آمیز هنرمندان به خصوص جاری سابق خودش روبرو شده. خانم شقایق دهخانی یکی از بازیگران مشهور سینما و تلویزیون که جاری سابق بهار راهنما هم بود، در واکنشی تند و کنایه آمیز به صحبت‌ها و فحاشی‌های بهار راهنما این چنین نوشت: یادم میاد یه بار مادر بزرگ آمریکایی یکی از دوستان برای مادر بزرگ دیگرش که اهل شهر ملایر بود، سوغاتی یک چکمه پلاستیکی قرمز با لبه خزدار کرکی صورتی فرستاده بود. یادم میاد از تصور مادر بزرگ نقلی ایرانی در اون چکمه های براق قرمز خیلی خندیدیم. خندیدیم چون تصور پوشیدن کفش و لباس رنگی و روشن برای کسی که سنی ازش گذشته باشه برای ما عجیب و خنده‌دار بود. راستش برای نسلی که هرچه زحمت کشیدند و تلاش کردند و جان کندند، چیزی غیر از ناامیدی با سیلی سرخ نگه داشتن صورت و قصه آینده فرزند و نواده ها رو خوردن نصیبشون نشد. باید هم پوشیدن لباس شاد و روشن شوخی بد و خندداری باشه. همچنین شقایق دهخان در ادامه نوشت: مرد شریفی پشت به دوربین گوشی من نشسته، دست کم 70 سال سن داره. ما بهش میگیم عمو. عمو بعد از دست کم 60 سال کار کردن، حالا که وقت استراحت و آسودگیشه، باید شبها تا صبح در سرمای گزند و بیرحم شب در محبت راه بره و نگهبانی بده و تنها دلخوشی و سرگرمیش همون تلویزیون 14 اینچ کوچکی باشه که در عکس بهش چشم دوخته. شقایق دهخان در واکنش به صحبت‌ها و فحاشی و توهین بهار راهنما جاری سابقش این چنین گفت: پدر و مادرهای شریف و زحمتکش ما که عمری جان کندند و هیچ وقت آسایش سهمشان نشد، آدم دلش میخواد زمین دهن باز کنه و آدم رو ببله. بله، اینم از واکنش خانم شقایق دهخان به سالها تلاش و زحمات پدر و مادرهایی که بی وقفه در این سالها کار کردند تا یه لقمه نون حلال سر سفره‌هاشون ببرند و در عوض بهار راهنما با یک سفر، اونم به کشوری که بغل گوشمون هستش و بسیاری از مردم خودش هنوز هم مشکل مالی دارن، سعی کرد به مردم کشورمون و زحمات پدر و مادرهایی که سالها با سختی کار کردن و شاید به نتیجه نرسیدن بهشون فحاشی و توهین کنه و اونها رو بی دست و پا خطاب کنه. حالا به نظر شما آیا بهار راهنما یک هنرمنده یا شقایق دهخان؟ این دو هر دو جاری هم بودند و با هم معاشرت داشتند، ولی نظر شقایق دهخان کجا و بهار راهنما کجا؟ خودتون باید در قسمت کامنت ها نظراتتون رو راجع به شقایق دهخان و همچنین جاری سابقش بهار راهنما که به مردم شریف کشورمون به خصوص پدر مادرهامون توهین کرده در قسمت کامنت ها نظراتتون رو بنویسید. اما واکنش تند و جنجالی خانم آزاده صمدی، یکی از بهترین بازیگران سینما و تلویزیون، در پی فحاشی و توهین بهار راهنما به مادر و پدرهای کشورمون این چنینه. آزاده صمدی با انتشار یک متن نوشت: بچه که بودیم یکی از موضوعاتی که حتما یک بار در سال باید دربارش انشا می نوشتیم این بود: علم بهتر است یا ثروت؟ گروهی از ما با تمجید بسیار از علم اندوزی در انشاهای کودکانمون علم رو در کانون ارزش‌های بشری می‌گذاشتیم و گروهی از ما که این روزها بی دست و پا توصیف می‌شویم ثروت رو برمی‌گزیدیم و کودکان صفات زیادی رو در تمجید از ثروت سیاه می‌کردیم. این روزها که به خاطرات معصومانه آن دوران نگاه می‌کنم، می‌گویم ای کاش یک بار هم سوژه انشا درباره این که علم بهتر است یا انسانیت، قدرت بهتر است یا عدالت،
لذت بهتر است یا وجدان، شور بهتر است یا شهرت، هم وقتی میگذاشتیم تا اگر به شهرت رسیدیم، شهرتمان رو، اگر به قدرت رسیدیم، زورمان رو و اگر به ثروت رسیدیم، رفاهمان رو به بی دست و پاهای جامعه نفروشیم و نمکی بر زخمهای بیشمارشان نمیپاشیدیم. جایی مطلبی خواندم که منتسب به گاندی است. گاندی میگوید 7 چیز بدون 7 چیز خطرناک است. ثروت بدون زحمت، دانش بدون شخصیت، علم بدون انسانیت، سیاست بدون شرافت، لذت بدون وجدان، تجارت بدون اخلاق و عبادت بدون ایثار. همونطور که در این ویدیو برای شما عزیزان گفتیم، خانم آزاده صمدی، هنرمند محبوب سینما و تلویزیون، در بین صحبتهاش با کنایه به بهار رهنما او را یک آدم بی دست و پای جامعه خطاب کرد که نمک به زخم مردم کشورمون پاشیده. بهار رهنما که خودش رو یک آدم تحصیل کرده، استاد دانشگاه و هنرمند مردمی میدونه، راه به راه داره برای مردم خالی میبنده و میگه من عاشق شما هستم. در جدیدترین پست خودش این چنین نوشته: خیلی وقته که دیگه قوی شدم، میبینم، میخندم، رد میشم، البته عقده های قدیمی رو میبینم که خودشون سر باز کردن. بهار رهنما خودشم میدونه که یک هنرمند نیست، یک هنربنده که عقده‌ای شده. بله، آدمی که جنبه داشته باشه هیچ وقت امکانات زندگی مرفه خودش رو به رخ دیگران نمیکشونه. خانم پرستو گلستانی هم یکی از بازیگران خوب و مطرح کشورمون در واکنشی تند به صحبت‌ها و فحاشی بهار رهنما این چنین نوشت: این چه جور آدمیه که خودش رو هنرمند فرض می‌کنه و به قول خودش بعد 30 سال هنوز نمی‌فهمه که از راه هنر واقعی، البته در ایران، نمی‌شود و تاریخ می‌گوید تا امروز نشده است به زندگی و رفاه حتی از نوع مختصرش رسید. شنیدیم، دیدیم و همچنان میشنویم و میبینیم که هیچ اهل واقعی هنر و شور و فرهنگ در این مملکت روزگار به رفاه حتی نسبی نمیگذراند. هنرمندها و کلن آدمها نمیتوانند با درآمد بازیگری واقعی و حتی کارمندی و کارگری روزگار به رفاه حتی نسبی بگذرانند. در ادامه، خانم پرستو گلستانی در واکنشی تند خطاب به بهار رهنما و فحاشیاش این چنین نوشت: تو در جهانی زندگی میکنی که معیارهات یا ایرانی نیست یا علامتی از شرافت، صداقت، سلامت و نجابت در آن یافت نمیشود. پس ای هنریزم، به رفاه خودت برس و نمک پاش دل ریش مردم روزگارت نباش. بهار رهنما با توهین و فحاشیش به سالها زحمات پدر و مادرهای این کشورمون که شاید بی‌وقفه این سالها تلاش کردند و آنچنان نتیجه‌ای کسب نکردند، بی نهایت توهین کرد و دل خیلی از پدر و مادرها رو شکست. دوستان عزیز، لطفا لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفا شیر کنید و لطفا نظراتتون رو راجع به بهار رهنما و فحاشی‌هاش به پدر و مادرهای کشورمون لطفا در قسمت کامنت ها بنویسید و لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.